سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. آنایتا هستم، به همراه فرزاد میرسیم به ترک 209. خیلی خوش اومدید به مجلس کانال خودتون و ادامه آلبوم سیگما از شاهین نجفی و میرسیم به ترک 209 که خیلی درخواستا بالا بود که زودتر بهش بپرسیم. یکی از بچه هم که درخواستا اینو بری نمیشه بودش که این یک عاشقانه در ادامه آلبوم عاشقانه که تا از شاهین شنیدیم، عاشقانه ولی از دل زندان که هم اشاره داره، پس به احتمال زیاد به همون بند 209 زندان ایرین که دیگه معروفه. آقا بریم ببینیم که چه کرده شاهین نجفی. یوتیوب خود شاهین گوش میکنیم، لینک در دیسکریپشن برای حمایت بیشتر شما وجود دار. برو بریم. که میشناسی درد تو شعرامو، تو که میفهمی معنی ایهامو، تو که با رنج کشیدی بدن زخمیمو، تو که دیدی یه شب برف رو موهامو. به به، چقدر دوست دارم فاز آهنگو، چقدر خوب میخونه شاهین واقعا. و چقدر باحال میگه تو که میفهمی معنی ایهامو، میگه درد تو شرا میفهمی معنی ایهامو، میفهمی تو رو میگه دیگه. نه آره من ایهامو رو و داره میگه که تو که با رنج کشیدی بدن زخمی، تو که دیدی یه شب برف رو موهامو، یعنی یک شب پیر شدن شدنده. آره دیگه، و میگه تو پایه همه این دردای من، تو از همه دردای من خبر داری دیگه، منظور اینقدر من نزدیکی. یه آهنگ خیلی معروفه و تقریبا که میشه که فولک شده در ایران هست که زمان قبل از این انقلاب بوده که طرف اون خواسته صبح اعدام کنه، یه شعری گفته و یک شعر مشتر شده و این استرسه که هستش که بعد بارها شنیدیم اتفاق میفته دیگه، اشاره میکنه بهش اینجا شعر. بدنم محلکه یه شیه یه شلاق شد، من اگه خسته شبیه تن ایران بودم، من اگه لحظه پایانی انسان بودم، خاطرات تو منو زنده نگه داشته هنوز، وسط بی تو ترین نقطه زندان بودم، که به یاد تن گرم تو تنم داغ شد. در این حال که داره از دل یک زندانی، خب بند 209 میدونیم که مال زندانی های سیاسی، از دل یک زندانی که به خاطر عقیدهش افتاده توی زندان داره یک شعر عاشقانه میگه، ولی چقدر تلخی داره توش. خب مثلا من اگه خسته شبیه تن ایران بودم، من اگه لحظه پایانی انسان بودم، خسته شبیه تن ایران بودم به نظر من میتونه طعنه‌ای باشه به این که اون مثلا حالا زندانی که داره این شعر رو میخونه به این علت، به خاطر ایران افتاده تو زندان، یه همچیزی. خب بعد اینجا وسط بی تو ترین نقطه زندان بودم، خاطرات تو من زنده نگه داشته هنوز، وسط بی تو ترین نقطه زندان. بی تو ترین نقطه زندان فکر میشم انفرادی دیگه، بی تو ترین نقطه زندان، یا حالا همین بند 209 که میگه منظور اینه که جایی که آدمیزاد توش زندگی نمیکنه. و ببین من اینجوری برداشت میکنم که یه نفر که حالا زندان افتاده و حالا هر داستانی و هر جایی هست، خیلی جالب که به خاطر عشق هنوز انگیزه اون مقاومت و استقامتر داره و اینجاش خیلی خفن، به یاد تن گرم تو تنم داغ شد، یعنی مرور میکنه خاطرشو و سعی میکنه که تصویرگری کنه عشقش رو، که پیششه و تنها نیست، تو تنها ترین جایی که میتونی باشی. خب آره وسط تنهایی باعث سردی آره میشه، وسط بی تو ترین نقطه زندان. آره. پشمون ریخ از و این سوء تفاهم نشه، منظورم اینه که جایی که هیچ کس هیچ انسان زندگی نمیکنه، با توجه به این مصرعی که میگه من اگه لحظه پایانی انسان بودم، منظورم از فشار و حالا یعنی جایی که انسانیت وجود انسانیت کلمه شروع رو میگه سوء تفاهم نشه، انسان جایی که دیگه انسانیت معنی نداره، انسانیت متاسفانه.
با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، تو که باشی پیش من خنده به دردا میزنم، حتی اون لحظه که از شکنجه ها جو میکنم، تو دلیل سبز ریشمی تو خاک این کویر، چرا خمش قامتم زرد بشه روح و تنم، که جواب موندنم اره سر ساخ شد. اگه فردایی باشه من با تو میسازم، برد من وقتیه که به تو میوازم، توی این روزای شوم شده کل آرزوم، روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغلت، بین دستات برسم به اوج پروازم. اوه چی کار داری میکنی؟ عشق ما در برد رو بوده حیث اکنه اصلا نزم گریم، خیلی گذشتی گرسم ازم. یه دیگه حسی یه جوریه، اینگه مثلا یه محوله، یه محولیه که حالا مدل خوندن شاهین و موسیقی رو دارم میگم، انگار نشستن دوتایی با بابک امینی و دارن دلی میزنن و میخونن، یه حس اینطوری دارم قشنگ. اول بازم بگم که فرم موسیقی خیلی ساده است وقتی شروع شد، ولی انقدر محتواش خفن بود که اصلا باید تو این فرم ساده به گفت که اینجوری نابودت کنه، که حواست جمع باشه چی داره میگه، و بعد حزنه تو صدای شاهین متوجه میشه، سوز داره که واقعا نتونستم خودم نگه دارم دیگه، یعنی نمیخواستم پاز بزنم که صحبت کنم، ولی حال تو نگه داشتی چون نمیشه. بعضی موزیکا رو اصلا دوست ندارم من جوری دوربین گوش بدم. آره خیلی، و وقتی دفعه اول باش مواجه میشم انقدر احساس شخصی دارم نسبت به حرفی که داره اون تو زده میشه، که بعضی موقع نمیخوام شعرش کنم. آره. ولی چون به عشق شما میایم گوش میدیم، بعضی موقع اینجوری مواجه میشه و از اون دوست دارم سانسور کنم خودم. خیلی سنگینی کرد رو دلم شعره، و یه جوری یه غمیه که انگار مثلا حالا تو موقعیت نبودی ولی انگار حسش میکنی، و بزرگترین دردش این میشه که درد اون شخص و اشخاصی شبیه شاعر، حالا منظورم یعنی کسی که توی شعر داره نقل میکنه، اشخاص شبیه اینو لمس میکنی ولی کاری از دستت بر نمیاد، فقط حسشون رو میتونی درک کنی، کوچیکترین کاری که میتونی کنی، و این افتضاحه که تو اوج سختی و ناامیدی چقدر امید داری، اصلا نمیدونم، یه پارادوکسی به وجود اومده واسه که خیلی عجیبه، و اینجاش خیلی یعنی دوست داشتم که خیلی تلخم بود در این حال، که مثلا میگه تو این روزا تو این روزای شوم شده کل آرزوم روز آزادی بیاد حبس بشم تو بغله، یعنی ببین دو مدل حبس شدن داره میگه، آره. و تفاوتشو میگه که چقدر یکی شیرینه و یکیش تلخ، خیلی واقعا خیلی شعر تلخیه، واقعا خیلی کار دارکیه. با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به ابد میمونم. منو از این غم جاودان آزاد کن، با لبات فاتحه هر غمی و میخونم،
من به آرامش وحشی چشاد مدیونم، یه پناهنده ترسیده یه تنام، اما پشت مرز تن تو تا به عبد میمونم. نکته عبد بگم، فکر میکردم این موزیک و آتروش رو باید با فیداد جمع کنم. آره. یعنی همچنان احساس میکردم با این آترو و با اون فیدات، خیلی تکنیک ساده ایه ولی قشن احساس میکنی تو داری از اون موضوع میای بیرون، ولی اون هنه اون تو موندو این حرفا رو داری داره زمزم اون شده ورد زبونش سه تا دوتا بیت. آره. و قشن این حس همین من دقیقا میگم بگم چقدر با آتروهای مدل شاهین فرق داشت، چون چقدر متفاوت بود با کارهای شاهین. فیدات ساده ای بود. آره. اصلا کار از لحاظ موسیقی بسیار ساده ولی به نظر خیلی بجا بود، با چند تا آرپیج با یه ساز و اتفاقا اون تنهایی رو تو با یه دونه ساز میشه اگه شروع کنید اون تنها نیست. آره. یعنی اون صدای تک ساز باز آره. به تنهایی و محبوس بودن اون طرف داره اشاره میکنه. آقا من پاره شدم نمیدونم. در این حال که میگم کار خیلی فوق‌العاده عاشقانه بود، فوق‌العاده احساس قشنگ، یعنی هیچ از اول تا آخر عاشقانه با یه همچین کانتنتی نرسیده بود، ندیده بود. آخرش عشق جاری بود، این حس میکردی حس عشق رو تو تک تک کلماتش، ولی فوق‌العاده عشق و امید، هم با اینکه عشق و امید ولی خیلی دارک بود. یعنی واقعاً یه غمی نشست تو دلم که فکر نمیکنم هیچ شخص از شنیدن هیچ مدل از شعر عاشقانه اینجوری این غمه بشین تو دلم. و امیدوارم واقعا همه انسانهایی که به خاطر تفکراتشون، به خاطر عقایدشون و به خاطر مدل متفاوت سلیقه‌شون و اعتقادشون زندانی هستن همه جای دنیا، مخصوصا ایران خودمون، آزاد بشن، برگردن آغوش خانوادهشون، آغوش عشقشون، آغوش کسی که منتظرشونه، روزای خوشو ببینن. حقشون نیستش این آزادیه رو، حداقل چیزیه که ما انسان‌ها به عنوان انسان روی تو دنیایی که زندگی می‌کنیم باید داشته باشیم. این کوچیک‌ترین چیزش، تفکر آزاد کوچیک‌ترین چیزش. بچه‌ها واقعا دم شاهین گرم، دم بابک امینی گرم. کاش شاعر رو می‌دیدی که خود شاهین بود یا شاعرش کس دیگه‌ای بود، نمی‌دونم. شاهین نجفی و مزدک نظافت بودن. مزدک نظافت چه خوب دیگه. بقیه کارم که پتروس بابیتیان جمع کرده، موزیک از خود شاهین بوده و البته راجع به گیتار بچه ها تو گفتی که بابک امینی. اینجا ننوشته اینجا اشاره ای نکرده به نوازنده گیتار و نمیدونم واقعا نوازنده گیتار کی بوده. حالا ما در طول ویدیو گفتیم بابک تصورمون این بود ولی اشاره ای نشده اینجا. بچه تقدیم شما، امیدوارم که دوست داشته باشین ترک و ریاکشن ما رو. لطفا حتما نظرتون برام کامنت کنین، اگه تازه با من اونایی تاش نشه یا مار ساب نگیرین بقید توی سابسکرایب کنین و آدرس سوشیال میدیای ما که اگر با ما حال میکنین لطفا اونجا هم من و اونایی تا رو ساپورت و پشتیبانی کنین. در این صورت برام از هر جای دنیا این ویدیو رو دیدید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی رفقای مشتی و عشقتون در کنارتون باشه. شب و روز لکچه. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.